اظهارات ولسوال طالبان از مالستان در برابر شیعیان شریف افغانستان کاملا مملو از بغض، کینه، حسد، نفرت، جهل و حماقت و بیسوادی طالبان است. شیعیان افغانستان برادران و خواهران متدین و مؤمن ما هستند، افتخار افغانستان هستند. انما المؤمنون اخوة، ما همه با هم برادر و برابر هستیم. شیعیان افغانستان صاحبان اصل این سرزمین هستند، بودند و می باشند. و مثل طالب هر قدر جنایتکاران بیاید نمیتونه این اخوت و برادری ما را با هم بزنه. ما میدانیم که طالب از استخبارات بیرونی از دشمنان افغانستان ماموریت گرفته، وظیفه داره که به خاطر نفاق، تفرقه، بی‌اتفاقی، تعصبات قومی، سمتی و مذهبی کار بکنه تا برای آینده یک جنگ خدای نخواسته مذهبی در اینجا به میان بیاید. ولیکن الحمدلله ما اهل سنت و برادرها و خواهرای اهل تشیع ما همه با هم هستیم، هوشیار هستیم، دانا هستیم، عاقل هستیم، با هم بین خود احترام داریم. ما اهل تشیع افغانستان را خیلی زیاد دوست داریم، برایشان احترام داریم و اونا را برادر می دانیم، برابر می دانیم. ما از اونا اعلا و افضل و بالا نیستیم. اونا انسانهای شریف کشور عزیز ما افغانستان است. در بین طالب متعصب و فاشست که می خواهد نفاق را بندازه و خودش حکومت بکنه، آب را خط کنه، خودش ماهی بگیره، هرگز انشالله به هدف شومش طالب نمی رسه و زود است که طالب نابود شود و صاحبان اصل این سرزمین پس حاکمان این سرزمین شود. تمام افغانستان گلستان است. تمام اقوام افغانستان، مذاهب افغانستان گلهای رنگارنگ این گلستان و بستان هستند. ما در افغانستان شیعیان را دوست داریم، برایشان احترام داریم. دو دوست بالای سینه برایش این تو احترام قائل هستیم. ما در افغانستان اهل سنت را دوست داریم. ما در افغانستان هندوهای خود را دوست داریم، سیکهای خود را دوست داریم. کاش همان افغانستان 100 سال پیش می بود که حتی همان برادران و خواهران افغان ما که غیر مسلم بودن، یهود بودن و امروز رفتن در اسرائیل، در اونجا اونا مقیم شدن، کاش ما هم در هرات می بودن. هرات ما به اونا خوب معلوم می شد. اونا صاحبان این سرزمین بودن. ما افغانستان را دوست داریم که تمام اقوام ده او باشه، تمام گلها ده او باشه، تمام مذاهب ده او باشه. ما به طالب نفرین میگیم و برایش میگیم خجالت باد و شرم باد بر تو ای طالب که فقه جعفری را در افغانستان شما منحل کردین، که ای دال بر تبعیض و تعصب و کینه شما میکنه. فقه جعفری به ما هیچ نقصی نداره، هیچ ضرری نداره. چرا شما منحل کردین؟ برای چی؟ چی را میخواین شما ثابت بکنین؟ تعصبات مذهبی را و تعصبات قومی را و تعصبات سمتی را؟ و صدا میزنم به ملت افغانستان، قسمی که در مالستان شما دیدین امروز که مردم با هم دست به دست شدن و لسوار طالب فرار کرد، ففروا الالله، فرار کرد. به همین قسم اگر ما تمام ملت افغانستان، تمام اقوام شریف افغانستان با هم متفق و متحد شویم، اونجا اگر یک ولسوال فرار کرد، اینجا تمام طالبا فرار میکنن. آدرسشان به همه ما شما معلوم است که باز اینا کجا میرن. اینا که ما در اینجا میگم بسیاری ها را زور میتن، ولی که من میگویم که زور بده با اونا، آدرسشان هیران مندی است، اونجا فرار میکنه. پس ما برادرها و خواهرای اهل تشیع خود را انتهای احترام داریم. در مساجد میریم با ایشان میشینیم،
با ایشان یک نان میخوریم، غذا میخوریم، روابط رفت آمد فامیلی داریم، احترام مذاهب داریم، با افتخار با ایشان میشینیم و از خداوند عز و جل همیشه سربلندی، عزت و موفقیتشان را ما میخواهیم. درست است که در بین تمام مذاهب، چی اهل تشیع و چی اهل تسنن، کسای افراطی هستند، کسایی هستند که حرکات میکنند که خدای نخواسته منجر به سوی تفاهم با دیگران میشه که در مذهب نمی باشه. مگر ما نمیگیم که تمام مذهب اهل سنت یا اهل تشیع همجور است مثل اونو انسان هایی که بدعتی باشن یا جاهل باشن یا باسواد باشن. بازم داخل تکرار میگم، شیعیان افغانستان مؤمن هستن، متدین هستن، صادق، مخلص و وفادار به سرزمین افغانستان بودن و هستن و تا که دنیا هست ما با اونا برادر و خواهر هستیم، برادر و برابر هستیم و ما بهشان احترام داریم. ما شما شیعان را بسیار دوست داریم، شما هم وطن ما هستین، خون افغانستان هستین، عزت افغانستان هستین، آبروی افغانستان هستین، استوان افغانستان هستین. هر جا باشین سربلند باشین، خبردار به نفاق و منافقت و رذالت طالبان خوارج و فاشیست و متعصب و بیرحم